실험만 전전 다 지난만 만 너만 일어났어 난 전함 일어났어 이곳은 실험만 전전 다 지난만 만 너만 일어났어 난 전함 일어났어 ستاره‌ای در آسمان می‌دیدم، اما چند شب است آن ستاره‌ای که منظور نظر ماست از چشمم پنهان شده است. حتم دارم که این اگر از شگون بد هم باشد باز هم در آسمان خواهد درخشید. تنین آرزوی میرزا تقی‌خان امیرکبیر که به قول خودش به دنبال ستاره عزت مردم ایران بود، دیگر تنها در باغ غمزده فین و حمام به خون نشستش پژواک ندارد. آرزویی که در پی آبادانی ایران و آسودگی رعیت بود، بیش از یک قرن است راه خود را برای تحقق آزادی مردم در خروش علیه دیکتاتوری یافته است و سرزمین زادگاه امیر را هم در نوردیده است. شعار مرگ بر دیکتاتور در خیابانها و در دانشگاه عراق و در جمع کارگران به پا خواسته اش تنها بازتاب آن آرزوی تاریخی نیست، بلکه بیانگر عزم ملی مردمی است که برای تحقق آن آرزو نه تنها در زادبوم امیر اعجابها برانگیخته و فلک جدیدی از فدا در آسمان مبارزات مردم ایران بنا کرده است، بلکه در تمام خاک میهن به پا خواسته نه یک ستاره که آسمانی از ستارگان عزت مردم ایران را فرا راه رسیدن به مقصد آزادی مشعلهای این راه کرده است. روزگاری میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی اثر نگرانی در مورد امیرکبیر گفت: حقیقت من به کربلای قربان حسد بودم و بر پسرش میترسم و آن پسر زمانی که از خدمتکاری قائم مقام به امیرکبیری رسید، سودایی به جز آبادانی ایران و آسودگی رعیت نداشت. از همین رو خون پاکش را زامن آرمانش کرد و با روی گشاده رگهایش را به دلاغ سپرد و اظهار عجز نکرد. در این روزگار فرزندان دیار امیرکبیر نه یک یک
بلکه صد صد در راه آرمان آزادی مردمشان به استقبال خطر شتافتند و همچنان می شتابند و به راستی که مایه رشک هر مشتاق آزادی هستند. در صدر آنها باید از محمود عسکری زاده، از اعضای برجسته مرکزیت مجاهدین که در سحرگاه 4 خرداد 1351 همراه با بنیانگذاران سازمان مجاهدین توسط دشقیمان شاه تیرباران گردید نام برد، کسی که به حق او را بیقرار و خلاق همچون دریا توصیف کردند. احمد شادبختی کاندیدای محبوب مردم عراق در اولین انتخابات بعد از سرنگونی دیکتاتوری سلطنتی یکی دیگر از این ستارگان است. ضعف و مشکل حاد جسمی نتوانست مانع رزم اسطوره‌ایش با لاجوردی دشکیم شود. به لاجوردی گفت من اطلاعات دارم اما نمیدهم، حالا بجنگ تا بجنگیم. آخر او قبل از روبرو شدن با این دشکیم سالها در زندانهای رژیم قبلی امتحان صلابت داده بود و بعد که با قلمش در نشریه مجاهد مشعل آگاهی به دست گرفت بهای آن را خوب می دانست. خواهرش اعظم شادبختی هم بعد از تحمل شکنجه ها در مسیر رفتن به جوخه اعدام سرود قسم را خواند. عزت اشتری فرزند مردم عراق و از زندانیان سیاسی زمان شاه و یار سردار خیابانی هم در اوین دشخیم را روسیاه باقی گذاشت و برادرش منوچهر بعد از رزمی جانانه در کوههای فارس به شهادت رسید و قاسم توکلی دانشجوی دانشکده محمود عسکری زاده در شاهرود درس جانانه ای از ایستادگی به همزنجیرانش داد. کاظم برادر قاسم در شهر شیراز و همراه همسرش سر به دار شد. برای درهم شکستن مهین مشهدی دشخیمان در زندان سپاه عراق از هر پلیدی که امام فرومایشان تجویز کرده بود فروگذار نکردند، اما درمانده و روسیه و درهم شکسته در برابر عزم زن مجاهد چاره‌ای جز به شهادت رساندن او نیافتند. در سراسر این سرزمین از زرندیه تا شازند و محلات و از دریجان تا تفرش و کمیجان و صابه و آشتیان جا به جا رد پیشتازان تشیع سرخ عربی دیده می شود. از نوادگان امام زین العابدین تا امام موسی کاظم و امام جعفر صادق و بسیاری از اهل خاندان امام رضا نبرد با حکام جور زمان را تا این دیار کشانده و در همین جا آرمیدند. امروز کلمات فرزندان مردم این دیار عطر کلام پیشتازانشان را دارد. دوست داشتم در کنار شما می بودم و شب و روز در برابر چماغداران ایستادگی می کردم، برای گسستن زنجیر از پای خلق قهرمان و برای اینکه آخرین خشت حاکمیت ضد مردمی خمینی را زیر و زبر کنم. در این راه قدم می گذارم به امید اینکه خون من فدیه‌ای باشد در راه رهایی خلق و رسیدن به جامعه بی طبقه توحیدی. نمی دانم از کجا شروع کنم. زندگیم پر از رنج و محنت است و این در حالی است که همه هموطنان همچون من در این رنج سهیم هستند. از وقتی خودم را شناختم در جامعه شاه و خمینی گرفتار بودم و همیشه کوشش می کردم که این درد و رنج را از روی دوش خودم بردارم، تا این که دیدم تنها راه راه مجاهدین خلق ایران است که می شود تمامی این بدبختی ها را از بین برد و خودم و خلقم را نجات دهم.
خمینی خوناشام ایران را به زندانی بزرگتر از زندانهایش تبدیل کرده و حرامیان خود را در سرتاسر ایران به کمین انقلابیون نشانده است، اما غافل از آن که این شجره طیبه هیچگاه از بین نخواهد رفت. من نیز به این جریان پیوستم و تا پای جان نیز در این راه خواهم ایستاد. مدتی دور بودم و در واقع عقب مانده بودم، ولی واقعیت‌های جامعه من لحظه ای آرامم نمی گذاشت و بیعملی نسبت به آن مقدار آگاهی که داشتم از صبح تا شب مرا می آزرد. اما فدیه های مردم این استان به اینها ختم نمی شود. از مادر مجاهد سکینه محمدی اردهالی، مادر زاکری که از زادگان این دیار بود و همراه همسر و 7 فرزندش به زیر شکنجه رفت و دشقیم را به زانو درآورد، تا قاسم بستاکی قهرمان کشتی استان مرکزی که از مردم مدال شرف و ایستادگی گرفت و در قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 همراه 23 تن دیگر از یارانش با پای فشاری بر هویتشان به ستاره ها سلام کردند و تا اسماعیل برناک استاد دانشگاه که خوشبختی 2 فرزند خردسالش را در وفای به عهد با مردم دید و تا محسن مددی سنجانی پزشکی که از آن سوی دنیا عاشقانه خود را به دیار بیقراران آزادی اشرف رساند و با شرکت در حماسی فروغ جاویدان تنها راه علاج دردهای جامعه ایران را نشان داد و تا خانواده هایی که همگی در کوچی پرستوبار پرکشیدند و همه و همه فدیه های مردم این دیار برای آزادی هستند. ستاره خروش و خیزش برای آزادی در این دیار هرگز نه تنها افول نکرده است، بلکه در هر فرصتی مردمش با قیام عمومی درس‌های سختی به مزدوران ارتجاع دادند. روزنامه حکومتی جمهوری در 7 خرداد سال 1371 به نقل از یک گزارش ناحیه انتظامی استان مرکزی نوشت امت حزب الله نه تنها دست روی دست گذاشته و به صورت منفعل صحنه را تماشا کرده اند، بلکه حتی به هشدارها و تذکرات مأمورین انتظامی هم توجهی نکردند که سریعاً محل اغتشاش را ترک کنند تا فرصت جهت سرکوبی فرصت طلبان از دست نرود. استانداری عراق هم در گزارش مشروحی در مورد خیزش مردم عراق در اردیبهشت ماه سال 71 برای وزارت کشور رژیم از جمله نوشت: یک، تخریب بنای یادبود تمثال حضرت امام در میدان شهدا. 2، تخریب کامل شهرداری مرکز و آتش زدن آن. 3، به آتش کشیدن خودروهای شهرداری که تماما سوخته است. 4، تخریب و آتش زدن شهرداری منطقه 3 و بانک ملی میدان دارایی و بانک ملی شعبه بازار. 5، آتش زدن همه خودروهای دادسرای انقلاب اسلامی. اما امروز در پرتو قیام مردم ایران، سرزمین عراق با کارگران زحمتکش و به جان آمدهش و با مردم مجاهد و مبارز پرورش و با جوانان به پا خواسته و دانشگاه بیدارش، ناقوس سرنگونی را هر روز در گوش ارتجاع وحشت زده به صدا در می آورد. چه بهایی دارد آزادی؟
چه بهایی دارد آزادی، میوزد بادی از نای جنوب، قصه شورش یاران گوید، پیکر خسته خود را در راه نرم در چشمه باران شوید. گرچه بیداد کند باد خزان، بر می افتد و می روید باز، آن که در قلب شفق می داند به رفیقانش می گوید راز. هر شقایق که به رحمی بینی، شعله ای از غم جان کاه من است. چه بگویم که به تاریکی ها گل شب بود گل دل خواه من است. چه بهایی دارد آزادی که چنین جنگل ما رنگین است. تا نشان باشد از ظلم و فریب، پرچم و سینه ما خونین است. من در این ره آزادی و عشق، با سرودی بر لب تازم پیش. نه هراسی دارم از دشمن، نه غمی دارم زاینده خویش. چه بهایی دارد آزادی که چنین جنگل ما رنگین است. تا نشان باشد از ظلم فرید، پرچم و سینه ما خونین است. چشم باران خوردم را می سپارم دست دریا، همسفر با هر شهیدی می روم تا آسمان ها، می نویسم از حماسه از تب تند شکفتن، رویش سبز جوانه روی برف سرخ بهمن. لاله های خونی وطن، فدیه های آزادی، دشت خون جوشان شما، رهگشای آزادی. لاله های خونی وطن، فدیه های آزادی، گشت خون جوشان شما، رهگشای آزادی. می نویسم از گل سرخ، از گلوی زخمی ساز، از پر و بال پرنده، حس بی پروای پرواز. سالها قلب شقایق با گلوله آشنا بود، در شبانه تیره اما رمز پیروزی
فدا بود لاله های خونین وطن فکر های آزادی دشت خون جوشان شما رمکشای آزادی لاله های خونین وطن فکر های جوشان شما رهگشای آزادی رهگشای